خانم آقایان سلام، در این قسمت افتخار میزبانی از یکی از هنرمندان دوست داشتنی کشورمو دارم، مهدی کوشکی عزیز. سلام، خیلی خوش اومدید. خیلی ارادتمند، انشالله که حال همتون خوب باشه. خیلی دوستتون دارم و تو این ایامی که کرونا کلن سایه تهدیدش رو بوده، انشالله که در امان باشید و حالتون خوب باشه. زنده باشی. دقیقا یک سال پیش مهدی جان با هم همکلام شده بودیم، کرونا نبود. چه گذشت اون یه سال که کرونا اومد. انشالله که زودتر تموم شه، حالا واکسنی که میگن اومده زودتر برای همه تزریق بشه و حالا به اون تعداد خاصی که قرار اتفاق بیفته. و یه خورده واقعا بیشتر به لحاظ ذهنی و روانی خیلی حالمون بده، یعنی چون نمیدونیم دقیقاً چی قراره پیش بیاد، یه خورده این حداقل هرش. آره ایشالله و خدا قوت بهتون میگم. این شبها با وجود کرونا اومدین و پای صحنه ایستادین و نمایش سرایدار روی صحنه بودین. یکم برام میگی؟ ما بازیگری یادمون میره اگه تئاتر کار نکنیم. عجب جمله. و این تئاتر بعد از من خیلی، یعنی یه تئاتر مونولوگ داشتم که اتفاق نیفتاد خیلی، ولی از سال قبل تا الان واقعا رو صحنه نبودم، اصلا دلم تنگ شده بود. این کار هم یه بضاعتی از یه تیمی که بالاخره توی این شرایط تونستیم اینو کار بکنیم. متنی هم که هست که هر کسی سراغش نمیره از پینتره و پینتر خیلی نویسنده بزرگیه، خود سراغ متناش رفتن کار سختیه و مطمئنا وقتی ما اجراش میکنیم ممکنه خیلی که خونده بودن خیلی سلیقه‌شون نباشه، ولی خب دوستش داریم. درسته. و مهدی جان قطعا همه تو رو یک فرد تئاتری میدونن، چرا اساسا هر دوره تئاتر انقدر مهجوره؟ قبل کرونا، بعد کرونا بدتر دیگه، کلا همه جا افتتاح و باز میشد جز تئاتر. چرا آخه؟ در چیزی که ما شنیدیم در سر دنیا اینجوریه که سوبسیدی برای تئاتر همیشه وجود داره و تئاتر جز کالاهای فرهنگی باید که از طرف دولت‌ها حمایت بشه، ولی متاسفانه اینجوری نیست. مثلا من خودم از سال 90 تا الان کمک هزینه نگرفتم، یعنی 10 ساله الان دقیقاً دارم، یعنی یه چیزی که از طرف دولت به من داده بشه. یا مثلا تئاتر شهر، الان داشتم حساب می‌کردم 10 سال من تو تئاتر شهر که مکان دولتی برای تئاتر من اجرا نرفتم، هیچ کی هم اصلا نه دعوتم کرده نه گفته من 10 سال پیش اجرا رفتم و اتفاقا تئاتر موفقی هم اونجا اجرا رفتم و کلی هم مثلا همونجوری بررسی هم بکنن به لحاظ گیشه هم اتفاق خوبی براش افتاده بود اون سالها، خیلی خوب بود. ولی با هیچ کی نیست که مثلا بگه که آقا مثلا تشریف نمیارین، میشه بریم. ما همش باید بریم برای به دست آوردن بجنگیم و کسی نیست که حمایت کنه. اینه که و مستقلم که دیدین از دست رفت، یعنی ما لوکیشن های خاطر انگیزی که همیشه داشتیم مدام داره از دست میره. یه جاهایی که به نظر من به عنوان جاهای فرهنگی باید نگهش داریم، بگیم اینجا یه جایی بود، یه خاطره ای ازش داشتیم، تئاترای زیادی اجرا رفت، ولی خب این اتفاق داره میفته. آره واقعا قصه پرقصه هست. و اخیرا هم خب به تازگی هم جشنواره تئاتر فجر گذروندیم، هم جشنواره فیلم فجر. نمیدونم فرصت کردی پیگیری من بکنی؟ من ندیدم متاسفانه، چون سر صحنه تئاتر بودم. خیلی دوست دارم در این ایام اگه بشه سال بعد اگه انشالله فیلم داشتم دیگه توی بهمن ما تئاتر قبول نکنم که بتونم برسم برم فیلم ببینم. از کم سعادتی من بود. ولی اما امسال میگم یه فیلم خوب ازت دیدیم در جشنواره امسال، فیلم سینمای منصور. بله. که به حالا زندگی نامه شهید ستاری بزرگ هم اشاره میکرد. چطور بود اصلا کار کردن تو همچین مجموعه و حالا هوایی؟ خیلی جذاب، چون تقریبا من یه مهدی کوشکی جدید کلن تو کار دیدم. لطف داری. سنایی یه شخصیت خیلی جذابی بود که آرمان خواه بود، آرمانگرا بود، یا به قولی بگیم، یعنی من خیلی اتفاقا ما یه ایرانی باید داشته باشیم که توش قهرمان هم داشته باشیم. این همش قهرمان ها رو سرکوب کردن و بگیم که قهرمانی وجود نداره، به نظر من یه خورده یه گرد مرده‌ای توی کشورمون دور از اون پاشیده میشه که جذاب نیست. واسه همین به محض اینکه یه کاراکتری به من پیشنهاد شد که این داره تلاش میکنه برای اینکه هواپیمای ایرانی بسازه، اصلا خیلی قلقلکم داد. گفتم چه جالب، گفتم بالاخره ما ایرانیم، بالاخره ما آدمایی هستیم که توی این مملکت داریم زندگی میکنیم و همچین آدمایی هم توش وجود داشتن، آدمایی که صادقانه داشتن کار میکردن به خاطر منافع نبود. وقتی هم رفتم در موردش پژوهش کردم، یعنی همون تو فرودگاه مهرآباد یه بخشی داشت که اونجا کار میکرده توی یه جایش آقای صنایعی، رفتم در مورد و دیدم چقدر همه دوستش دارن، چقدر آدم حسابی بوده، چقدر با کارمنداش و کسایی که باش کار میکردن چقدر مهربون بوده و در این حال جدی تو کارش.
و این خیلی شخصیت جذابی شد برای من و هی بهش فکر میکردم و خدا رو شکر از کامنت هایی هم که گرفتم شنیدم. آره استقبال و نمیدونم با محسن قصابیان هم کار کرده بود با قبل محسن قبلا رفیق بودیم توی تئاتر، یعنی دورا دور سلام علیک داشتیم، ولی واقعا عجب شخصیت جذابی داره خودش و چه آدم حسابیه و کلی کیف کردم. آقای حمیدرضا نعیمی چقدر کیف کردیم، چقدر خندیدیم، ما چقدر عشق کردیم، رفتیم پایگاه شکاری دسپول، اونجا هم چند روزی اونجا هم فیلم برداری داشتیم، اونجا هم خیلی کیف داد و اصلا با یه چی مباحثی آشنا شدیم که ما ازش دور بودیم. و من احساس میکنم حالا کم لطفی هم به این فیلم صورت گرفت، موافقی؟ نه چون ندیدم نمیتونم قضاوت کنم در خصوص جوایز، ولی میتونست بهش توجه بیشتری بشه به نظر من. احتمالا شاید گزش هایی داشته فیلم، من همون موقع سر فیلم برداری متوجه شده بودم که فکر کنم یک نیش و کنایه هایی به یه جاهایی میزد که شاید برای برداری خوشایند نباشه، شاید به اون دلیل نمیدونم، شدم دور دور میگم، ولی فیلمو نتونستم هنوز ببینم، ولی از گوشه کنار کامنت هایی که میگرفتم کامنت های خوبی بود خدا. و لابلای صحبتات به یه نکته هم اشاره کردی، بحث قهرمان سازی و قهرمان پروری. چرا الان چند سالیه تو سینما سریال هامون نداریم همچین شخصیت هایی؟ بله خیلی بده، خیلی بده. ما فیلم های دست سه امریکایی رو وقتی نگاه میکنی دارن برای همون به قول خودشون رویای آمریکاییشون میجنگن، کاراکترهایی رو به عنوان قهرمان دارن معرفی میکنن و حتی فیلم های ضعیفشون هم حتی روی این پرداخت میشه. ولی ما نه، ما مدام در حال اینی که ما کشورمون، من اینو دوست ندارم واقعیتش. بله معلومه که یه سری چیز ضعف ها و نمیدونم سیاهی خواب و اینا هم هست، من اتفاقا موافقم که اونا هم باید نشون داده بشه خب، ولی اینکه کلیت ما یه چیز داغونه، اصلا ما مردمی هستیم که دوست داریم که بالاخره یه قهرمانی داشته باشی. من کاری با سیاست ها و اینا اصلا ندارم خب، و به نظر من لازم داریم کسایی که الگو قرار بگیرن برای جامعه، وجود داشتن. ما هممون در یه برهه درگیر جنگی بودیم که تو اون جنگه، چون اونجا دیگه همه چی اوریانه دیگه، شوخی نداره، تو اوریانی اون جنگه خیلی آدما بودن که فداکارانه وایستادن به هر حال به خاطر آرمان‌های کشوری، به خاطر حتی آرزو و اهدافای خودشون، و اونا به نظر من آدمای واقعی بودن. همه چیز هم به نظر من بد نیست. مرسی مهدی جان، خیلی لطف کردی و بزرگترین آرزوی امسالت برای مردم کشورمون دوست داریم بشنویم. انشالله که همیشه سلامتی باشه، حال خوب باشه. تئاتر سرایدارم ببینید ساعت 6 تماشاخان ملک، خوشحال میشم ببینمتون. خیلی مخلصیم، خیلی لطف کردی، فدای تو بشم، ممنونتم.